برگو سخنی صدای من باش، برخوان غزلی نوای من باش. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیانان عزیز و ارجمندم امیر عزیز، امیر درخشان برنامه رو هدایت فنی میکنه. تا به حال فکر کنم این 25 گفتگوست، اما کماکان تر و تازه، یعنی و چقدر مشتاق داره این برنامه ها، گفتگو با آقای دکتر رودگلا و خاطرات گذشته که بالاخره این نسبات بدونه در میهن و مملکت ما چه گذشته. جالبه که رسانه ها در ایران هم به این موضوع خیلی توجه و عنایت نشون میدادن. حتی دیدم که اخیرا در برنامه های تلویزیونی در لس آنجلس هم دوباره نگاه به گذشته، به ویژه اون زاویه‌ای که مربوط میشه به فرهنگ و هنر و شعر و چهرهای پرآوازه مثل آل احمد، آل شریعتی، اینا رواج پیدا کرد و من فکر میکنم که این چراغ رو دکتر نوریالا روشن کرد. دکتر نوریالا عزیز، درود بر شما. سلام میکنم حضور شما، همکاران شما و بینندگان گرامی. بار گذشته من خاطراتم میگفتم با آقای دکتر نوریالا درباره گفتگو با نخست از ایران گذشته، از اونا درخواست مصاحبه کردم، از جمله با آقای جمشید آموزگار موافقت کردن، ولی متاسفانه روز بعدش ساعت 8 خبر دادن که نه، انصراف دادن و ظاهراً خاطراتشون نوشتن ولی علاقه ای ندارن تا زمانی که حیات دارن خاطرات رو بیان کنن و حیفه. میترسم یه موقعی خاطرات منتشر بشه که خب دیگه چندان تاثیرگذار نباشه، در حالی که واقعا مردم ایران امروز احتیاج دارن به چاره‌جویی و من فکر میکنم نگاه کردن به گذشته خیلی موثره در تعلیف به اصطلاح یک نظریه جامع و در عین حال اثرگذار برای سرنوشت و آینده ایران. برو یک شب آقای تیمسار اصحاری بود، دکتر ریالا به تیمسار اصحاری توی این مصاحبه سوال میکنم، حالا امیدوارم یه بار بتونم پخش بکنم، که شما میگفتید که این تظاهراتی که تو خیابون هست اینا دروغین نواره و هنوزم باور دارید؟ گفت بله، من هنوزم باور دارم. عجب. چه بله، این تظاهراتی که در تهران روز صدای نوارهایی بود که از پشت بام ها پخش میشد، واقعا خبری نبود. آها، یه سوال دیگه هم کردم، گفتم که تیمسار اصحاری وقتی پادشاه آمد به آمریکا و بیمار بود و بردنش در بیمارستانی در نیویورک، یه عده زیادی از آمریکایی رفتن به دیدنش، از جمله فرانک سیناترا مثلا بلند شد از لس آنجلس، از پالم اسپرینگ گویا رب به نیویورک برای یک شاه رو ببینه، دوستش رو ببینه که امروز در وضعیت بدی. گفتم شما رفتید با این؟ خیلی نزدیک. گفت نه. گفتم چرا رفتید دیدن پادشاهی که شما رو نخست وزیر کرده بود، شما رو ارتش بود کرد؟ گفت ترسیدم آمریکایی ها بدشون بیا. عجب. آره آره، و نرفته بود. اینو در مصاحبه میگه، اینو در مصاحبه. خب دکتر ریالا عزیز، شما اگه چیزی در این زمینه میخواید بگید، اگر نه بریم به سراغ فیلمتون. نه، اولین فیلم راجع به این قضایا زیاد خاطری داره. برای من حیرت انگیز این بود که مواقعی پیش میامد که من با برخی از این دولت مردان روبرو میشدم، به خصوص هر وقت که دیدار مثلا یکی از تیمسارها به دست میداد، میدیدم که چقدر تصور من یا نسل من با تیمسارهایی که قرار است که ارتش شاهنشاهی رو هدایت بکنن متفاوته. مثلا من یادمه که یک بار یک فرصتی دست داد، من تیمسار اویسی رو دیدم و ایشون آنچنان راجع به مراتب درویشی و هفت شهر عشق و اینها سخن میگفت که آدم فکر میکرد رفته خانقاهی، یه پیر خانقاه داره این حرفا رو میزنه. و بعد فهمیدم که البته ایشون جزو سلسله درویشی هستند و اینها. یه خورده تطبیق دادن این تصاویر به هم دیگه برای من گاهی وقتا مشکل پیش می آورد. فکر نمی کنید دستگاه تبلیغاتی در گذشته درست عمل نمی کرد، یا خود رژیم اینقدر علاقه نداشت بدون مردم اطلاعات مثلا درباره کارهایی که تو مملکت می کردن، حالا کارهای عمرانی هرچه، زیاد نه تبلیغی میشد نه برنامه ریزی بود برای اینکه مردم رو آگاه بکنن، خیلی بی‌اعتنایی میکردن به افکار عمومی.
مسلماً اینطوره، ولی خب یکی از مشکلات کار هم این بود که ما از 1341 دو به بعد با این مسئله مواجه شدیم که پادشاه ایران تصمیم گرفت که از مقام تشریفاتی خودش بیاد بیرون و به عنوان این که من مأموریت برای وطنم گرفتم شروع کنه در کارهای اجرایی و همه امور مملکت دخالت کردن، و بعد رفته 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 این حلقه کسانی که در اطراف او بودن تنگتر شدند و همه تقصیرها افتاد گردن ایشون. من خاطرم هست مثلا در سازمان برنامه گاهی آقای هویدا می آمدن و مثلا کارشناسا رو صدا می کردن که راجع به یک مسئله برنامه و بودجه صحبت بکنیم. هر وقت که یک انتقادی از جانب کسی راجع به اوضاع می شد ایشون اینجوری می کرد، یعنی یه دونه عکس پادشاه به دیوار اتاق بود و ایشون بدون اینکه کلامی به کار ببره با دستش نشون میده، یعنی که آقا تقصیر من نیست، تقصیر ایشونی که اون بالا نشسته و این مشکلات رو به وجود آورده. یعنی من میخوام بگم که یک نوع جدایی رفته رفته عمیق‌تر و وسیع‌تر شدن بین دستگاه حاکمه و مردم عادی عرض کنم که به وجود آمده بود، که این رو هم روشن فکران و هم مذهبی ها در واقع پر کردن، و وقتی که لازم بود که روی این دره پلی زده بشه دیگه کسی وجود نداشتش که بتونه این کار رو انجام بده. دو تا سوال داشتم یادم رفت، گفتم الان بکنم، فرصت خوبیست. نظرتون میخواستم راجع به دو شخصیت، یکی میدونم تو کنفرانس رامسر شرکت میکرده از طرف سازمان برنامه و بودجه به همراه جمعی از مدیران اونجا، هیچ وقت با پادشاه رو در رو شدید مثلا سلام علیکی چیزی یا نه؟ نه خیر، بنده هرگز مقابل ایشون قرار نگرفتم. خب حرفایی که میزدن تو کنفرانس به نظرتون حرفای منطقی بود؟ یعنی شما رو جاذبه ای داشت برای شما به عنوان روشن فکری که نظر انتقادی هم داشتید نسبت به اوضاع؟ عرض کنم که من این شرکت من در کنفرانس رامسر سال 1353 بود که دیگه کانون نویسندگان تموم شده بود و عرض کنم که آبها از آسیاب ریخته شده بود، و ولی من به عنوان یک کارشناس سازمان برنامه که سر میز اصلی کنفرانس نشسته بودم، یه ردیف عقبتر ما رو نشونده بودن، به نظرم تمام ماجرا یک مضحکه می آمد. به این معنی که اولا هیچ کدوم از کسانی که در دو سوی میز کنفرانس نشسته بودن، یک بر هیئت وزرا، یک برم رؤسای دانشگاه ها و وزارت علوم و غیره و اینها، اینها اصلا تصور نمی کردند که عضو جایی شدن که باید سخنی بگن. حتی خاطرم هستش که پادشاه وقتی که جلسه رو افتتاح کردند و اینها پرسیدن، گفتن که شماها پیشنهادی ندارید و همه سکوت کرده بودن، و ایشون گفتن که من نمیدونم چرا همش من باید در این مملکت فکر کنم و مواد مثلا جدیدی برای انقلاب شاه و مردم پیشنهاد بکنم، شما هیچ کدومتون فکر نمی کنید، و همه سرشون رو شرمنده انداخته بودن پایین و خب نمیتونستن بگن که ما جرأت اظهار وجود نداریم. یکی هم رقابت شدیدی بودش که بین اینها وجود داشت، یعنی واقعا آدم حس میکرد که دو طرف میز هر لحظه ممکنه که فرصت پیدا کنن همدیگه رو پاره پاره کنن. من خاطرم از وقتی که رفتیم نشستیم توی سالن و به ما گفتن که حالا شهبانو و شاه میان به جلسه، و من فکر میکنم یه مقدار از این مطالب رو من در جلسه قبل گفتم دیگه تکرار نمی کنم، اما وقتی که نشستند و سلام علیکی کردن با حضار، بعد یه شخصی آمد و یه سینی طلایی دستش بود و دو تا استکان چایی در از این گیره های طلایی و یه قندون طلایی هم روی این سینی بود، این رو جلوی شاه و شهبانو گرفت، اینا چایی ها رو برداشتن، اون قندونه رو هم گذاشتن جلوی این دو نفر، و یه خورده که از مجلس گذشت ما ملتفت شدیم که این قند نیست تو این قندون، این تو کشمشه،
و پادشاه داره با کشمش چایشو میخوره و کشمش رو هم با دندونهای جلوش میخورد، نه با دندونهای کرسی و اینا. و بعد همینطور که داشت صحبت میکرد و این حرفا، دست کرد توی این قندون یه مشت کشمش در بود گذاشت جلو هویدا. هویدا یک تعظیم بلند بالایی کرد، اما من دیدم اون بر مثلا دکتر نهاوندی و رؤسای دانشگاه دیگه اصلا از ناراحتی و اینکه چرا کشمش ها رو به ایشون دادن سرخ شده بودن و عصبانی. میخوام بگم که کاملا توی اون مجلس میشد دید که دیگه در این مجلس، در این مملکت از قوام سلطنه و مصدق و فروغی و اینها خبری نیست و این آدم ها ممکنه مدیران اجرایی خوبی باشن در رشته های خودشون، اما دیگه به عنوان استیتسمن یا دولت مرد اینها دیگه عرض کنم که نقشی رو در اون مملکت بازی نمیکنن. من یک بار این شانس رو داشتم با آقای هویدا صحبت کردم، یعنی یه برنامه تلویزیونی داشتم این سو و آن سوی زمان، ایشون بعد از برنامه از طرف منشیشون اسم خانم معرفت بود زنگ زدن میخواستن منو ببینن، رفتم دیدنشون رو میخواستن ببینن من چه کار میکنم جز کار تلویزیونی که بهشون صحبت. بعدی متوجه شدم که با این روشنفکری طلبم که آخرین آثار نویسندگان بزرگ دنیا رو میخونه، تقریبا هر کتاب مهم و حائز اهمیتی در پاریس در فرانسه منتشر میشه، ایشون هفته بعد این اثر دستش رو سرگرم خوندنشه. خود شما در این برخوردها چی دیدی از خود هویدا؟ من والا هویدا رو دو سه بار بیشتر ندیدم. اولین بارش خیلی مسئله خندداری پیش آمد، به این معنی که میخواستند که یک وزارتخونه جدیدی درست کنند، اول به شکل یک سازمان و بعد تبدیل به وزارتخونهش بکنند به نام سازمان تعاونی های کشور. و در نخست وزیری، معاون نخست وزیر که آقای شهبازی بود اسمش و الان هم در لندن زندگی میکنند، آدم جالبی بودن از توبیهی های سفت و سخت سابق و غیره، ایشون معاون آقای هویدا بودند و الان اینجا هستند. بله؟ الان در کالیفرنیا زندگی میکنند. آه نمیدونستم، من تا لندنشون خبر داشتم. خیلی آدم عرض کنم که جالب و رفیق باز و دوستی بودش. من خیلی لذت بردم در اون 3-4 ماهی که با ایشون همکاری میکردم. عرض کنم که یک روز ما رو از به سازمان برنامه نامه نوشته بودن که یک عده از متخصصین ترجمه و نوشتن اساسنامه رو بفرستیم به نخست وزیری و به بنده مأموریت دادن از سازمان برنامه با زندیات قفار حسینی که در همین قتل های زنجیره‌ای کشته شد و این دوست عزیزم رو یادم رفت اسمش، این خواننده‌ای که صدای خیلی خوبی داره و اصفهانی و آهنگ های از کنم که دستگاه های ایرانی رو میخونه. حالا اسمش علیرضا افتخاری؟ بله؟ علیرضا افتخاری؟ نه خیر، نه در الان در لس آنجلس جلسه ایشون. هوشمند عقیلی؟ بله بله، هوشمند عقیلی. ما ستا توی اتاق با هم کار میکردیم و ما رو آقای شهبازی یه روزی گفتش که من میخوام شما رو به هویدا معرفی کنم، بیاین با ما بریم. ما رفتیم تو اتاق نخست وزیر رو، ایشون هم عرض کنم با اون گل ارکیده و عصا و این حرفا از پشت میزش آمد بیرون و شروع کرد دست دادن با ماها و آقای شهبازی هم ماها رو معرفی میکرد که این مثلا اینجوری و اونجوری حرفا. و من هرچی به هویدا نگاه میکردم میدیدم که چقدر این روی جلدهای مجله توفیق که کاریکاتور هویدا رو میکشیدن چقدر شبیه ایشون میکشن. یعنی خودش از حرکاتش و گلش و عصاش و این حرفا چیز عجیبی به نظرم میامد. پایان جلسه که شد و اجازه خداحافظی خواستیم، ایشون به من گفت شما بمونید بقیه برن. خب بقیه رفتن و منم حالا چند سالم بود، مثلا سال 46 بود، بله 25 سالم بزبان. حالا با نخست وزیر مملکت ایستادم رو به روی هم، به من گفتش که شما در تمام مدتی که
ما اینجا ایستاده بودیم و با هم صحبت میکردیم شما لبخند میزدی. من میتونم میتونم بپرسم که برای چی لبخند میزدی؟ من اصلا مونده بودم که چی به ایشون بگم و بالاخره فکر کردم خب راستشو میگم دیگه. گفتم والا من وقتی که وارد اتاق شما شدم یاد کاریکاتورهای روزنامه توفیق افتادم و خندم گرفت. یه خورده من رو نگاه کرد، لبخند زد و گفته که شما خیلی جوونی، باید تجربه پیدا کنی. و خدافزی کرد، من از اتاق آمدم بیرون. پشت در آقای شهبازی و بقیه دوستان بودند و از من پرسیدن که چی کارت داشت. من گفتم یه چنین چیزی اتفاق افتاد. آقای شهبازی خیلی خندید و گفتش که آره هویدا میشه باهاش شوخی کرد و اینا. یک بار دیگه هم که من ایشون رو دیدم در وزارت کار و چیشه امور اجتماعی بود که یه سمیناری اونجا بود و از اصناف مختلف دعوت کرده بودم که بیان اونجا راجع به اینکه چگونه می شود نهادهای صنفی رو در مملکت عرض کنم که بیشتر کرد. من هم اون موقع دبیر سندیکای هنرمندان سینما بودم، از ما هم دعوت کرده بودم و رفتیم تو سالن اون وزارتخونه نشستیم و این وزیرم فکر میکنم دکتر مجیدی بود اگه درست یادم بیاد الان. به هر حال صحبت ها که تموم شد، موقع خداحافظی که شد، من از جای خودم مثل آمفی‌تئاتر بودش، منم مثلا ردیف دهم نشسته بودم، از جام بلند شدم رفتم به طرف تریبون. آقای هویدا داشتن با بقیه صحبت میکردن و اینها. بعد دیدش که من اونجا ایستادم، گفتش که فرمایشی داشتیم. من گفتم جناب هویدا من میخواستم سوال، من نماینده سندیکای هنرمندان و هنرمندان سینما هستم، میخواستم ببینم که چطور در این برنامه که از همه اصناف دعوت شده از کانون نویسندگان ایران دعوت نشده. ایشون یه خورده به من چپ چپ نگاه کردن و گفتن ربط شما به کانون نویسندگان چیه؟ گفتم من یکی از 9 نفر بنیانگذار اون کانون هستم و عرض کنم که بعدم همه سالها منشی بودم. نمیدونم دقیقا اون سال کی بودش، بله سال 51 یا 52 بود. ایشون گفتن که مگه کانون نویسندگان هنوز وجود داره؟ گفتم نه خیر وجود نداره، ولی پروندهش در شهربانی هست اما هرگز اجازه فعالیت ندادن. ایشون یه سری تکون دادن و گفتن که خب شما برید دنبالش شاید درست بشه و راشو کشید رفت. این دومین برخورد من با ایشون بود و دیگه به خاطرم نمیاد دقیقا که کی ایشون رو دیدم. یک بارم که گفتم در جلسات قبلی که با خانم پوری بنایی رفتیم پیش ایشون برای اینکه برای هنرمندان سینما هم خانه دولتی بگیریم که عرض کنم ایشون هم ما رو فرستاد به وزارت آبادانی و مسکن که در اونجا با آقای عرض کنم که کسرایی رو شدیم که جریانش رو عرض کردم. به آدمی بودش که حضورش آدم رو نمی ترسون. تو سازمان برنامه من به کرات ایشون رو دیده بودم که در کنفرانس ها شرکت میکرد ولی هیچ وقت رویاروی باهاش سخن نگفته بودم. این 3 بار ایشون رو مخاطب قرار داده بودم و حرف زده بودم. خدا داریم گفتگو کنیم با آقای دکتر نوریالا همینان عزیزم، اجازه پی بگیریم. حرف میاره دیگه. اگه اینکه دکتر در تقسیم بندی که کردید از دوران زندگی خودتون، اول رسیدیم به دوران 22-23 سالگی و عرفان و مذهب، بعد بقیه رو نگفتید دیگه. چی رو نگفتم؟ بعد بقیه ادوار عمر رو تشریح نفرمودید که چه گرایشاتی پیدا کردید. یعنی بعد از عرفان میفرمایید؟ بله بله، بعد از عرفان و مذهب که اشاره کردید بعد چی شد؟ شاید مثلا در این جلسه بتونم راجع به این عرفان توضیح بدم. خیلی صدای میکروفون شما میپیچه و مقطع. فکر میکنم صدای بلنگوی شما بالاست. صدای بلنگوی کم کنید. خب. من در سال 1347 بود که با یک آیت اللهی آشنا شدم و
به نام آیت الله سید مرتضای جزایری. ایشون عرض کنم که از نسل دوم آیت الله هایی محسوب میشد که میگفتند که جانشین مثلا بروجردی و اینها خواهد شد. ایشون رو عرض کنم که مطهری و اون آیت اللهی که بعد رفت به لبنان و به لیبی، آقای صدر، امام موسی صدر، امام موسی صدر، این ستا چهره هایی بودن که میگفتن که اینها آینده روحانیت در ایران هستن. و من تگه جریانی ملتفت شدم که ایشون کلاس های درس فلسفه یا حکمت، چون در اسلام نمیگن فلسفه اسلام، میگن حکمت اسلام، در این درس رو میدن و منم علاقمند شدم که برم در این جلسات شرکت کنم. دیدار کجا بود؟ دیدار در تهران بود یا در قم؟ در تهران. ایشون تهران بودن. ایشون در جریان، عرض کنم که اون ماجرایی که به نام تیمسار قرنه مشهور شد در سال 1341 یا 42 بود، ایشون با تیمسار قرنه گویا با همدیگه یه کارهایی داشتن میکردن این حرفا. و بعد که آقای خمینی اون اعتراض سال 41 رو کرد و رفتن گرفتنش آوردنش تهران، از سراسر ایران آیت الله ها جمع شدن آمدن در تهران و جوانترها که فعال بودن، یکیش این سید مرتضی جزائری بود که قرنه متهم بود به اینکه کودتا میخواسته بکنه، یعنی یه جنرال ارتشی بود، اینطور مشهور بود دیگه. بله، گفتن میخواد کودتا کنه. بعد او کنار رفت، رفت به دورانی، رفت به در قم، در یک دهکده‌ای به نام کبوتر آهنگ هم چیزی زندگی میکرد. داماد یکی از موسیقیدانهای بزرگ ما بود. در دوره بعد از انقلاب حتی قرار بود بس که وزیر، نخست وزیر هم بشه، تو اونجایی که من میدونم، که در خیابان سپهبد زاهدی در بر نزدیک هتل مرمر ترور شد. اسم اون خیابان هم گذاشتن منبت قرنی. از عباداران آیت الله خمینی. این سید مرتضی رو با قرنه گرفته بودن. بله. و عرض کنم که دو سه سالی زندان کشید. بعد از اینکه از زندان آمده بود بیرون، من با ایشون آشنا شدم. ایشون خیلی مخالف نظرات آل احمد و عرض کنم که مطهری بود و این خودش یه جاذبه‌ای برای من ایجاد کرده بود که تو روحانیت یه همچین مخالفتی هم وجود داره. در نتیجه به وسیله دوستی که داشتم خواهش کردم که به من هم اجازه بدهند که من در کلاس های درس ایشون شرکت کنم. ایشون پدرشون، عرض کنم که سید صدرالدین جزائری، از آیت الله های قدیمی و کهنسال بود و این جلسات در خونه پدر تشکیل می شود. من رفتم اونجا و نشستم پای حرفای ایشون و الان که میاندیشم فکر میکنم که ایشون اصلا حرفایی که میزد ربطی به اسلام نداره. در واقع یک نوع مذهب مهرائین رو که سابقه مذهب اسلامی پیدا کرده رو اون موقع به عنوان حکمت اسلامی مطرح میکرد. اما من بعدها که به عنوان یک دانشجوی جامعه شناسی نشستم و تاریخ متون مختلف مربوط به مذهب تشیع و اثنی عشری رو مطالعه کردم، دیدم که اون حرفا از این سرچشمه بیرون نمیاد بلکه از سرچشمه دیگری. یعنی در واقع ایشون یک آدم وحدت وجودی بود و در خط عرفای ایران از مولوی گرفته تا حافظ تا حدودی سعدی و از که عطار و غیره و اینها، شعرهای همه اینا هم حفظ بود و به بلاغت تمام میخوند و بسیارم آدم جذاب و کاریزماتیکی بود. یعنی منهای حرفی که داشت میزد، نحوه بیانش، قیافش، اون ریش سفید شده شد و عمامه سیاهی که داشت خیلی جاذبه ایجاد میکرد. و من خیلی علاقمند به درسهای ایشون شدم و ایشون هم وقتی که دید من با دقت گوش میکنم و هر بار هفته بعد که میرم به کلاس ایشون سوالاتی رو با خودم میبرم، ایشون هم به من خیلی محبت داشتن و دیگه طوری شده بود که گاهی وقتا سری به منزل ما میزدن، میامدن با ما میشستیم، شام میخوردیم و صحبت میکردیم و غیره. و یواش یواش
من علاقمند شدم که برم تو این مذهبی که اینا میگن، حالا منهای اون نگاه عرفانی، با خود این مذهبم آشنا بشم. و در نتیجه یک بار به ایشون گفتم که تصویر منجمد شد. یک لحظه، یک لحظه تصویر منجمد شده. امیدوارم درست شه. سریعا درست شده جان. دکتر نوریالا، خب تکرار بفرمایید. من عرض کردم یک بار به ایشون گفت، بله بفرمایید، گفتم که من خیلی علاقمند بودم به این که با مذهب هم آشنا بشم. حالا با حکمت و عرفان تا حدودی آشنا شده بودم، دلم میخواست ببینم یه آدم مذهبی دنیا رو چگونه میبینه و چه کار میکنه. و یادمه که وقتی که به ایشون گفتم که آقای جزاری، من قصد دارم که از امشب نمازخون بشم، ایشون بسیار خوشحال شد و منو بغل کرد و بوسید و اینها، و ما افتادیم توی خط این ماجرا و یه نماز میخوندم، روزه میگرفتم اینها. شما تنها شاگرد ایشون بودید یا کسان دیگه بودن؟ شما تنها شاگرد ایشون بودید؟ عده‌ای بودن، 7-8 نفر دیگه بودن که بعضی هاشون بعدن عرض کنم که در همین انقلاب اسلامی هم دیدم به مقاماتی رسیدن تو اینها. مثلا ببخشید من صدای شما اینقدر مقطعه که اصلا نمیفهمم چی میگم. اسامی اونا رو به خاطرتون هست، کسانی که در انقلاب به قدرت رسیدن و از شاگردانشون بودن؟ عرض کنم که الان یادم نمیاد، باید دست فکر بکنم و اگر در آینده تونستم خدمتتون عرض بکنم. به هر حال هیچ کدومشون مقام مهمی رو نگرفتن. من یادم توی تلویزیون ایران بعد از انقلاب مثلا دیدم که داماد ایشون در اونجا مثلا جزو هیئت رئیسه رادیو تلویزیون شده بود و اینها، ولی بقیه شاگردای ایشون هیچ کدوم مذهبی باقی نموندن. حتی یکیشون که شاگرد اول دانشکده علوم تهران شد و فرستادنش به انگلستان برای اینکه تحصیل بکنه، من یادمه که یک بار آقای جزائری به من گفتش که این جوون، که حالا لازم نیست اسمشو بیارم، این جوون گویا که مقدار زیادی تو خونش اسلحه داره و این، من خیلی نگران حالش هستم و این چون با تو علاقمنده، به تو علاقمنده و هشت و نشت داره، بیا روش کار بکنیم که مثلا دست از این کار بکشه. و بالاخره او رو قانع کردیم، رفتیم در بیابانهای عرض کنم که جنوب غربی تهران که یه سری چاه‌های دهان باز کرده بود و من یادم اونجا این راهنمای رانندگی امتحانات رانندگی رو اونجا انجام میداد. ما رفتیم شبانه اونجا و یه صندوق عقب پر از اسلحه رو، ما اسلحه ها رو ریختیم توی اون چاه. یعنی فضا اینجوری بودش اون موقع. من از یه طرف کارمند سازمان برنامه بودم و جدایی رهبری کشور رو با مردم میدیدم و از سوی دیگه میدیدم که توی این مردم تو مسجد و خانقاه و همه جا صحبت سر از قیام و نمیدونم اسلحه و اینها هستش. به هر حال من چند سالی عرض کنم که بسیار آداب مذهبی رو به جا می آوردم تا اینکه در سال 1352 تصمیم گرفتم برم به مکه و در کاروان شربت اغلی اسمش بود اسنویسی کردم و عرض کنم که با این کاروان رفتیم به مکه و مدینه و این دو شهر زیارتی اسلامی رو دیدم. یادمه که احوالات بسیار منقلبی در این سفر داشتم، اما در این حال یک وقتی که یادمه توی این از این خانه کعبه که با اون دامن سیاهی که روش انداختن، اون وسط هست و دورش رو ایوانهای چند طبقه ایتالیایی ها با سنگ مرمر ساختن و بعدم نور صحنه رو اونها دادن. خب تا همینجا رو داشته باشید دکتر نوریالا، تا همینجا رو داشته باشید. همینجا متاسفانه وقت با تمام شد. تو باشید، ما رو کجا برده دکتر نوریالا؟ ما رو برده به خانه به کعبه. و
اصلا کی باورش شد دکتر نوریانا صحنه های مسلح که میگن اینه، به همراه یه نفر گرفتن در بیابان های اطراف تهران برای پنهان کردن که نبوده که، برای دور انداختن سلاح هایی که در نزد جوانی بوده که علاقه مذهبی داشته و شورشی و انقلابی هم بوده. الان استاد دانشگاه در لندن. عجب استاد دانشگاه، چه خاطراتی. خب دنبال میکنیم تا دیداری دیگر.